به نام خدا ادامه مطلب مدل ریاضی آب زمینی رو دنبال میکنیم با اینکه بخوایم چیکار کنیم نقشه سنگ کف منطقه رو بهش معرفی کنیم. مثلا بخش توپوگرافی سطح زمین رو براش ابتدای کار معرفی کنیم. اگه این مثلا یه سفره باشه، اینجا در واقع سنگ کف ما هست، این آبخان در واقع اینجا سطح ایستاوی واتر تیبل یا ایزو پتانشیل لاین ما هستش، اینم چیه سطح زمین ما هستش. این قابلیت رو ما توی جی ام اس داریم که بتونیم از ابزار جی آی اس استفاده کنیم. مثلا اگه من یه دم داشته باشم، این دم من هستش، سلسال زمین من 29 متر، دقت بکنید. و این هم دقیقا چیه؟ سیستم تصویرش هم اگه دقت بکنید، سیستم تصویرش اینجا میاد توی استاتیستیک، توی اسپشیال جیوفرنس دبلیو جی اس یو تی ام زون 40 هستش. آبخان من هم دقیقا همینطور، آبخان بیرژن من هم همینطور. اگه زوم تولر بزنم، این هم دقیقا چیه؟ زون 40 هستش. اگه بخوام اینو برش بزنم، این کل این دم من مورد نیاز نیست. من این دمی که دارم خیلی زیاد بزرگ هستش، بزرگتر از منطقه من هستش. من میخوام اگه این دمو برش بزنم با چی کار بکنم؟ برای برش زدن میریم سراغ ابزار دو تا قسمت آپشنز. حتما باید بیام اینجا ورکینگ دایرکتوری رو مثلا اگه تم باشه آنالیسیس ماسک رو مثلا بزنم چی اکیپر بیر. اینجا اکستنت هم بزنم سیم از چی؟ سیم از اکیپر بیر. اینو که بگذارم این سل سایزش مثلا اینو میتونم بذارم سیم از همون خود دم، خودش میاد اتوماتیک اینو 29 متر در نظر میگیره. میتونم ابعاد مثلا کمتری رو بگیرم، مثلا اگه ابعادش رو مثلا بگیرم مثلا 100 متر بهتر میشه. مثلا 29 متر خودش هم مثلا سیم از خود چیزو بذارم، سیم از خود دم رو بذارم که باشه. بعد اینو به صورت رندوم تغییر بدم. اینو که انجام بدم میام سراغ اینجا قسمت راستر کلکولیتور رو که بذارم، این دمو اگه بذارم بیاد پایین، اینو اوالویت که بزنم چی میشه؟ خودش به صورت اوتوماتیک اون قسمت این دمو بذارم، دمو باید بزنم بیاد پایین، این دمو که بزنم بیاد پایین، اوالویت که بزنم خودش چی میشه؟ برش زده میشه. این دم چی شد؟ برش زده شد. این الان زیر دقیقه چیز هستش، زیر این اکیپر من هست. اگه اینو خاموشش کنم، این دمه چی میشه؟ اینجا برش زده میشه. من دیگه نیاز به این چیز ندارم. حالا این دقیقه به صورت رستر هستش. ما یه فایل رستری رو باید حتما که اینجا صورت کلکولیشن هست و اینو به فایل وکتوری تبدیل کنیم. تبدیل رستر تو وکتور از قسمت آرک تول باکس من چیکار میکنم؟ انجام میدم. این آرک تول باکس رو میزنم اینجا، اینجا میام قسمت کانورژنش، کانورژن تول تو رستر رو تو رستر اینجا رستر تو پوینت رو باید حتما چیکار کنم؟ اجرا بکنم. فرام رستر تو چی؟ پوینت. رستر تو پوینت که اجرا کردم، این به پوینت تبدیل میشه. از این شروع میشه. این کلکولیشن رو میگیرم اینجا، باید بشناسه اینجا. بعد این ولیوی که میگیره اینو مثلا میگم کجا بریز؟ توی درایو اینجا مثلا توی درایو تمپ به نام توپو. اینو سیوش کن. اینو سعی چی میشه؟ انجام میده. اینو که انجام داد، نقاط بسیار زیادی رو در حقیقت هر 29 متر در حقیقت یه پوینت میگذاره. این باید حتما تمام بشه. این که تمام شد، این توپو اینجا ساخته شد، باید این کامپلیتد بشه. هر وقت کامپلیتد شد، ادامه شو بریم انجام بدیم. خب این کامپلیتد شد، این نقاط چی میشه؟ ساخته میشه. اما تعداد این نقاط خیلی زیاد هست. اگه دقت بکنید این تعداد این نقاط چقدر هستش؟ چیزی در حدود 310,000 پوینتی که خیلی زیاده. اگه ما بخوام اینا رو ازش یک سری دادا رو انتخاب کنیم، باید بریم سراغ نرم افزار آرتور سودا. یه اکستنشنی هست، من این اکستنشن رو براتون بیارم. این اکستنشن بسیار خوبی هستش. اگه بیاریمش ازش استفاده کنیم، به نام انیمال موومنت آنالیسیس. اینو اگه من تیک بزنم، یه منو اینجا باز میشه، اون لایه چیز رو هم ادش میکنم، لایه توپو اینجا ادش میکنم. این نقاط من هستش، اینو زوم تو لایر میذارم. خب بعد میام اینجا این منوی موومنت رو که بزنم، یه زیر منوی هست به نام رندوم سلکشن، یعنی انتخاب تصادفی رو بزنم. مثلا میگه که انتر دی پرسنتیج اف تا پاپولیشن. اگه دقت بکنید اینجا ما تعداد سلول هایی که داریم در حد چند هزار تا سلول هستش. ما گفتیم که اینجا ما تو گلوبال آپشنز اینجا آیوان در نظر بگیرید، ما چیزی در حدود 96 تا مثلا بگیریم، در 38 تا تقریبا چیزی در حدود 3500 تا 4000 تا سلول داریم. تعداد 4000 تا سلول اینجا پس میشه از 310,000 تا 1% رو اگه در نظر بگیریم، تعداد خیلی که مناسبی خواهد. اینو یه یس دادم من، اینو انتخاب شده، اونایی که در حقیقت انتخاب شده رو اینجا چیکار کرده؟ زرد کرده. من یه باز اینایی رو که انتخاب شده بیام اینجا دو مرتبه کانورت تو شیپ فایل بذارم، از منوی تم
اینو کامل تو شیفال بکنم، دو مرتبه اینو میارم توی درایو همون دی، اینجا توی تپ اینو میذارم اسمش مثلا تو پی 1. اینو اگه این کارو بکنم یس که بزنم اینا چی میشن؟ انتخاب میشن. مثلا رندوم یه چیزیه داده چی شد اینجا انتخاب شد. بعد برمیگردیم توی آرک جی آی اس و اینو بیا همینجا. من اینو دیگه در حقیقت اینجا اگه جدول اطلاعات رو اینجا باز کنم اینا باز میشه. اینجا یه اکستنشنی هست به نام اکستنشن اد ایکس ایگر، اگه اینو بزنم تیکشو توی آرک جی آی اس هم میتونم همین کارو بکنم، اینجا هم میشه این کارو کرد. اینو اگه ایکس ایگر بزنم مختصات این در حقیقت نقاط چی میشه اینجا میشه روش اعمال بشه. این اد ایکس ایگر رو از منوی تم میتونم چیکار کنم روش اعمال بکنم. حالا در حقیقت ما چی داریم؟ یک چیز داریم، گرید کد داریم که در حقیقت ارتفاع ما هست، یه ایکس هست یه ایگر. اینو من به صورت تکست چیکار میکنم؟ ذخیرهش میکنم. اینجا فایل به نوعی فایل اکسپورت به صورت تیپ دلیویتد تکست میتونم چیکار کنم؟ اینو ذخیرهش بکنم، میذارم تو درایو مورد نظرم. اینجا تحت عنوان مثلا چی؟ توپو. توپو رو چیکار میکنم؟ اینجا سیوش میکنم. اینجا چی میشه؟ ساخته میشه. توپو اونجا ساخته شد. حالا میام توی نرم افزار جی ام اس هم حالا دیگه آماده است که اون رو به صورت تی دی اسکتر پوینت چیکار کنم؟ اینجا ادش بکنم. اینجا اوپن اگه بزنم برم سراغ همون درایو دی تپ، توپو رو اینجا چیکار کنم؟ تکست رو انتخاب میکنم، تکست فایل به صورت تی ایکس تی و سی اس پی رو بازش میکنم. اینو که باز کردم اینجا دادای من با چی از هم جدا شده؟ با کاما از هم جدا شده. این هم یک سرسطحی داره که این سرسطوری داره که در حقیقت اینجا هیدینگ رو هست و بخش سرسطح هستش که اینو در حقیقت توی یک قرار میگیره. اگه اینو مثلا تقریبا دو میشه ولی همون یکی در حقیقت سرسطح من هست. اینو نکست بیازنم تو دی اسکتر پوینت به صورت توپو اینجا ذخیره میشه. حالا دقت بکنید که دیتا ست من اینجا این گرید کد هستش، این نات مپ، اینو نات مپ میکنم، این ایکس من هست، این پنج رقمی هم چی هفت رقمی من هست چی ای بگم. اینو که فینیش بزنم چیه تو دی اسکتر توپای من اینجا ساخته میشه. حالا اینو میتونم چیکار کنم؟ راست کلیک کرده و اینو اینترپولیت تو باتل لایر بزنم تا توپوگرافی دقیقاً منطقه من ساخته شه. اگه دقت بکنید من برم گلوبال آپشنز اینجا تاپ الیویشن من همه چی عدداش منفی مثلا یا مثلا عدد پیش فرض رو اینجا دیفالت رو گرفته. یا دیفالت به درد ما نمیخوره. ما باید حتما چیکار کنیم؟ توپوگرافی منطقه رو براش اینترپولیت کنیم. اگه اینو من به باتل لایر بزنم اینجا گرید کد رو میگیرم و چی تاپ الیویشن رو اینجا مپش میکنم. اینجا اگه اینترپولیشن آپشن رو بزنم مثلا روش کریجینگ داره، روش لینیر داره، روش اینورس دیستنس داره. حالا فعلا از روش اینورس دیستنس یا آی دی دبلیو استفاده کنیم چون تعداد نقاط ما خیلی زیاد هست و روش مناسبی هم هست. میتونیم اینا چیکار کنیم؟ مپش بکنیم. این چی شد؟ انجام شد. حالا اگه بریم توی ماتفلو یا اینجا توی تاپ رو نگاه کنیم فرقی نمیکنه. اینجا تاپ الیویشن رو بزنم تمام ارتفاع تمام اون دم یا دیجیتال الیویشن مدل من به سلول های مدل من چی شده؟ ترانسفر یا انتقال پیدا کرده.